خب پس من آیه اینو در آوردم، به سه روش به دست آوردم. حالا عمل چی خواسته؟ گفته تعداد چوب کبریت های شکل 20 رو بیابید. یعنی توی شکل 20 آیه 20 من چند تا چوب کبریت دارم؟ خب خیلی راحت شد، آیه 20 رو حساب میکنم، 3 تا 20 به علاوه 2، جواب چند میشه؟ میشه 62 تا چوب کبریت. خب ادامه سال میگه شما که اومد آیه اینو به دست آوردیم، خب چندمین شکلش؟ گفتم چی بچه ها؟ هر وقت اسم چندمین اومد یعنی چی؟ یعنی ما به دنبال این هستیم ولی آیه اینو به ما دادن. میگه چندمین شکلش دارای 77 تا چوب کبریته، پس آیه اینو به من داده، من به دنبال این هستم، چندمین شکلش هستم. پس میام اینجا میگم به جای آیه این 77 قرار میدیم، چون خود سوال گفته 3 این به علاوه 2 هم کاری باش نداریم، چون من به دنبال این هستم. خب یک معادله راحته، 2 رو میبرم سمت چپ، 77 منهای 2 میشه 3 این، پس 3 این میشه چند؟ تفاضل اون دوتا که میشه 75 تا، اگه تقسیمشون بکنم این چند میشه؟ میشه 25. سوال میگه چی؟ میگه چندمی شکلش، یعنی شکل 25 امش داره چقدر؟ 77 تا چوب کبریته. پس جوابم به همین راحتی به دست میاد. خب مثال بعدی رو ببینید. میگه در یک الگوی خطی، بچه قبل از اینکه من اینو حل بکنم فقط تا اینجا رو دقت بکنید، توی درس پارسالمون ریاضیات نهم ما معادله یه خط داشتیم. معادله خط چی بود؟ ایگرگ مساوی آیکس به علاوه بی، توان ایکس اگر یک باشه در واقع ما میگویم معادله ما خطیه. حالا اونجا ما چون تو اعداد حقیقی بحث میکردیم، تعریف میکردیم، ایگرگ رو میگفتیم آیکس به علاوه بی، ولی تو مبحث دنباله ها من دیگه ایگرگ ندارم، من دیگه ایکس ندارم، به جای ایگرگ من یک جمله عمومی دارم مثل آی این، بی این، سی این، و به جای ایکس دارم چی؟ این. چرا؟ چون دنباله ها در اعداد طبیعی تعریف میشه. پس اگر درس پارسالمون باشه ما میگیم چی؟ اگه بگه در یک معادله خطی، اگه صحبت از معادله خطی باشه میگیم ایگرگ مساوی آیکس به علاوه بی، ولی وقتی که صحبت از یک الگوی خطی میشه یعنی ما تو دنباله ها هستیم میگیم سی این میشه آن به علاوه بی. خب جمله چهارمون داده 17، جمله دهم داده چند؟ 41. چی رو خواسته از ما؟ جمله عمومی الگوی رو از ما خواسته. میام اینجا پس میگم سی این میشه آن به علاوه بی، جمله دهم و جمله چهارم هم دارم. خب اینجا چیه بچه ها؟ سی اینه. اینجا چیه؟ سی دهه، یعنی باید به جای این بذاریم چی؟ ده. خب اگه ده رو جایگزین میکنم میشه آی ضرب در ده به علاوه بی، جواب شده 41. پس ده آی به علاوه بی چند شد؟ 41 شد. حالا سی چهار یعنی بیا به جای این چهار بذار، میشه آ ضرب در 4 به علاوه بی، ولی سی 4 چند گفته؟ جمله 4 چند شده؟ آفرین 17 شده، مساوی 17 قرار میدیم. حالا 4 رو توی آ ضرب میکنم، 4 آ به علاوه بی میشه 17. خب این شد در واقع دو معادله و دو مجهول که پارسال تو حل دستگاه داشتیم، روش حذفی و روش جایگذاری. روش های دیگه هم داریم که جلوتر انشالله میخونیم. میام چیکار میکنیم؟ میام پایینی رو توی منفی ضرب میکنم، بله بیا با هم ساده میشه، ده آی منهای 4 آ میشه 6 آ و تفاضل 41 از 17 میشه 24. آ رو چند در میاریم؟ 4 در میاریم. حالا آ رو توی یکی از این معادله ها جایگذاری میکنیم چون راحتر یه خودتون حلش بکنید، جواب بی هم چند میشه؟ 1 میشه. خب آی من شد 4، بی منم شد 1، اگه جایگذاری بکنم جمله عمومی چی میشه؟ میشه 4 n به علاوه چند؟ 1. حالا سوال بعدی، یه چنین شکلی به من داده، من میخوام بیام بچه ببینم آیا میتونم برای این 4 تا شکلی که من دارم، چون تا الی آخر ادامه داره دیگه، یک جمله عمومی به دست بیارم. خب چی میگیم؟ میگم شکل اول در واقع من 5 تا نقطه دارم، داخل این بسته یک نقطه 4 تا شده بیرون، داخل این بسته 1 2 3 4 تا است، حالا بیرونم چند تا نقطه داریم.
داخل این بسته 9 تا، داخل این بسته 16 تا. این یعنی چی تا اینجا؟ یعنی داخل این بسته قرمز دنباله‌ای که من دارم مربعیه. مربع چی بود؟ اگه یادتون باشه من درسشو قبلا دادم، دنباله مربعی آی ان مساوی ان به توان 2. خب 1 به توان 2 1، جمله دوم 2 به توان 2 4، جمله سوم 3 به توان 2 میشه 9، جمله چهارم 4 به توان 2 16 تا الی آخر. خب ها دقت بکنید بچه ها، جمله اولی که من دارم 5 تا نقطه داره، جمله دوم 12 تا، جمله سوم 21، چهارم 32، پنجم 45 تا الی آخر. ولی من چیکار کنم که بتونم به یک در واقع فرمول کلی برسم؟ من دنبال اون هستم، میام همین کار رو انجام میدم، همون شکل حالا آوردم اینطوری نمایش دادم. 1 4 9، بعدی 16، بعدی 25 تا الاخر. میگم چی؟ میگم جمله اول من، مگر نگفتم که این 1 به توان 2 4، 2 به توان 2 9 میشه 3 به توان 2. چند تا یکی هم اطرافش دارم؟ 4 تا بسته دارم که داخل هر بسته یه دونه نقطه است. پس 4 تا بسته یکی دارم، پس میشه 1 به توان 2 4 تا بسته 1. بعدی چی؟ 2 به توان 2 داخلیه چی بود؟ آفرین، دنباله مربعی بود. 4 تا بسته دارم که درون هر بسته هم دو تا نقطه است، 4 تا بسته دوتایی. بعدی 3 به توان 2 به علاوه 4 تا بسته چند تایی؟ 3 تایی. خب چه نتیجه میگیرم؟ چقدر راحته. ببین بچه ها، حال جمله چهارم که بخوام بگم بدین صورت، حالا دیگه با این کار ندارم، با همین سه تا میتونید نتیجه گیریمون رو انجام بدین. جمله اول 1 به توان 2، جمله دوم 2 به توان 2، جمله سوم 3 به توان 2، و جمله انم میشه n به توان 2. مشخص. به علاوه 4 توی همه ثابت. مشخص. جمله اول 1، جمله دوم 2، جمله سوم 3، جمله چهارم 4، و جمله انم میشه n. به همین راحتی. پس میشه n به توان 2، 4 هم ضرب در n میشه 4n. این میشه جمله عمومی این شکل ما. حالا یه جور دیگه هم بچه‌ها میتونیم اینو بررسی بکنیم. اجازه بدید من دوباره برگردم عقب برای اینکه بهتر یاد بگیرید. ببینید اینجا داره به حالت یک به علاوه است، اینجا یه به علاوه است، اینجا چی بچه‌ها؟ یه به علاوه است. قشنگ دقت کنید به تعداد انگشتای ما. ببینید 1 2 3 1 2 3، 3 تا 9 تا. پس در واقع تعداد مربع‌هایی که من دارم چند تاست؟ 9 تاست. این تو ذهنتون باشه. 9 من چند میشه؟ 3 به توان 2. خب حالا اینجا دقت بکنید بچه ها، 1 2 3 1 2 3، 3 به توان 2، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 4 به توان 2، بعدی 5 به توان 2، بعدی 6 به توان 2 تا الی آخر. ولی 4 نکنید بچه ها، 4 تاش رنگ نشده، منهای 4. در واقع میخواد بگه کل این 9 تا مربعی که 4 تاش رنگ نشده، کل این 16 تا مربعی که 4 تاش رنگ نشده، کل این 25 تا مربعی که 4 تاش رنگ نشده. حالا همینطوری اگه بخوایم بریم جلو چی میگیم؟ میگیم منهای 4 توی همه ثابت. درسته؟ منهای 4 ثابت، کاری باش نداریم. توان 2 توی همه ثابت، فقط میمونه اینجا. جمله شکل چندم منه؟ جمله چندم منه؟ اول منه. شده چند؟ شده 3، یعنی 2 واحد اضافه شده. شکل چندمه؟ دومه. شده چند؟ شده 4، یعنی 2 واحد اضافه شده. شکل چندمه؟ سومه. شده 5، 2 واحد اضافه شده. پس جمله انوم هم اگه 2 واحد اضافه بشه میشه ان به علاوه 2. یا اینطوری هم میتونی بگیم شکل اول، شکل اول همه 2 تا اضافه شده بهش، ولی توان 2 با منهای 4 ثابت. شکل دوم 2 تا اضافه شده که شده 4، توان 2 با منهای 4 سر جاش. شکل سوم 2 تا اضافه شده بهش، توان 2 با منهای 4 ثابت. شکل چهارم هم به همین صورت. خب حالا میام چی میگیم؟ پس شکل انوم من اونم 2 تا بهش اضافه میشه، توان 2 با منهای 4 چیه؟ ثابت. پس میگیم چی؟ شکل اول
یک یک دوتا اضافه شده. شکل دوم جمله دوم دوتا اضافه شده. جمله سوم دوتا اضافه شده تا الاخر. پس جمله انوم منم دوتا اضافه میشه. توان دو با منهای چهار ثابته. بقیش دیگه بچه ها میشه هم اتحادی که ما داریم. اولی به توان دو، دو برابر اول در دوم، دومی که دو هست به توان دو میشه چهار، یه منفی چهار هم داریم که اینا با هم ساده بشن جواب میشه ان دو به علاوه یه چهار ان. پس در واقع این هم میشه در واقع شکل دیگه از همین جمله عمومی دنبالم. حالا میام روش سوم مورد بررسی قرار میدیم، از یک دید دیگه نگاه میکنیم به این قضیه. میگم دوتای بالایی رو جدا میکنم، این ستا هم داخل یه بسته قرار میدن. حالا بعدی وسطیه رو داخل یه بسته قرار میدن، بالا و پایین هم به همین صورت تا الاخر. چی میگیم بچه؟ یه بسته یه ستایی دارم، دو تا بسته یکیی دارم. بعدی قشن دقت کنید بچه، یا اینطوری بگم یک دو سه میشه یه دونه ستا. اینجا یک دو، یک دو سه چهار، دو تا چهار تا، دو تا بسته دو تایی هم دارم. بعدی دقت کنید بچه، یک دو سه، یک دو سه چهار پنج میشه سه تا، پنج تا، دو تا بسته هم دارم که درون هر بسته سه تا نقطه وجود داره. حالا اگه بخوایم در واقع جمله عمومیشو بنویسیم چرا بدین صورت شده؟ دقت بکنیم. شکل اول یک، اصلا با اینا کار ندارم، فقط با اولین عدد. شکل دوم دو، شکل سوم سه، پس شکل انوم میشه ان. حالا بیم دنبال عدد بعدی. شکل اولمه شده سه، یعنی دو واحد اضافه شده. شکل دومه شده چهار، دو تا اضافه شده. شکل سوم شده پنج، پس شکل انوم هم دو تا اضافه میشه، میشه ان به علاوه دو. به علاوه رو کار ندارم، میام بعدی. دو دو دو، چون دو تا بسته رو ما ثابت داریم، پس دو هم سر جایش ثابت میمونه. حالا بعدی شکل اولم یک، شکل دوم دو، شکل سوم سه، پس شکل انوم چند میشه؟ میشه ان. خب بچه نیا کنید دارم ان ضرب در ان، آفرین، ان دو، ان ضرب در دو، دو ان، دو ضرب در ان، دو ان، اون دو ان با این دو ان میشه چهار ان، پس میشه چی؟ ان دو به علاوه یه چهار ان. بازم فرقی نکرد.